سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. نویسنده ها همیشه با کاغذ سفید چالش دارن. این چالش که با چه قصه ها و ماجراهایی، با چه کلمات و عباراتی پرش کنن. نمایشنامه نویسا یه چالش اضافه هم دارن. چالش محدودیت در صحنه سیاه. اونا باید کاغذهای سفید رو با عباراتی پر کنن که روی سن سیاه سالن تئاتر قابل اجرا باشه. نمایشنامه ها متن‌های عجیبی هن. اونا برای اجرا شدن نوشته میشن، ولی کلی مشتری و مخاطب هست که دوست داره فارغ از اجرا نمایشنامه رو فقط بخونه و لذت ببره. و جالبه که نمایشنامه ها فارغ از اینکه اجرا میشن یا نه، یا چند بار اجرا میشن، بارها تجدید چاپ میشن. نمایشنامه ها پدیده های غریبی هست. همه جزئیات در اونها شرح داده شده، ولی همچنان راه برای اجراهای متفاوت و خلاقانه از اونها بازه. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به خالقان نمایشنامه ها، این پدیده های غریب خوندنی، برای فاتحان کاغذ سفید و صحنه سیاه، برای نمایشنامه نویسان. امضا کتاب باز. مهمون این برنامه من ارژنگ امیرفضلیه. مخلص. ارژنگ عزیز، خیلی به کتاب باز خوش اومدید. مرسی عزیزم، شما لطف کردین ما رو دعوت کردید. مرسی. ما یه موقعی که با هم آشنا شدیم جفتمون موامون مشکی بود. داره الان هر دو سفید. چرا اینجوری شده؟ جدی؟ واقعا چرا این سوال؟ ما بچه بودیم. بچه بودیم، آدمایی که سن ما بودن خیلیشون کم پیدا میشد که موهاشون سفید باشه. چه رنگی بود موهاشون؟ خیلی مثلا رو 60 سال که میرسیدم موها سفید میشد. البته من الان نزدیکم. نه بابا. چرا؟ عزیزم شما 50 نشد یعنی 42 سالت. آره. خب خدا رو شکر. جدی میگم، نه سنی نداری تو. بابا من سنی ندارم. عرضم به حضورت که ارژنگ بگو که این روزا داری چی کار میکنی؟ آخ دستم حالا میسوزه. یه لحظه. نه نه. خب بگو. چند روز پیش یه چیزی داشتیم، نمایش ضبط میکردیم، نمایش کوتاه یه دقیقه دو دقیقه. خب بعد صحبت سر یه متن اومد، متن راجع به کتاب بود. یه چیزی به ذهنم رسید، گفتم آقا اینو جون من بریم ضبط کنیم. ضبط کردیم. میدونی راجع به چی گفتم؟ راجع به همین که الان گفتی حدودا میشه اوقات فراغت. آره آره. خب به آدما، ما الان عملا حتی مثلا ماها، من و تو، خب اوقات فراغتمون مثلا چیکار میکنیم؟ چون نمیدونم، ولی خودم چه میدونم، یه ذره تو گوشیمون میچرخیم، یه ذره اونور میچرخیم، بعد یه ذره میخوابیم، دراز میکشیم، یه چرت دو ساعته میزنیم، اسب بیکار باشیم، یه ذره تلویزیون کانالاش اینور اونور میکنیم اینا. خوب. بعد زنگ میزنیم با چهار نفر یه گپی میزنیم. خوب. بعد پا میشیم مثلا میریم بیرون یه چرخی میزنیم میایم و فلان. اینا در کل طول هفته اینجوری اوقات فراغتمون، یعنی همینجوری رد می‌کنیم. حالا شاید مثلا یه کتابی هم این وسط ها بخونیم. یعنی اینکه اوقات فراغتمون میتونیم بیشتر کتاب بخونیم ولی نمیخونیم، منظور دینه، یا اصلا نمیخونیم؟ نه بذار جمله‌ام تموم میشه. نمیدونم منظورم چجوری بگم. نه خیلی راحت بگم، دروغ میگیم. خب بعد از اون مثلا آقا اوقات فراغت رو چیکار می‌کنیم؟ من بیشتر کتاب می‌خونم. و دیگه چیکار می‌کنین؟ فیلم می‌بینم. خب دیگه چیکار می‌کنین؟ فیلم تحلیل می‌کنم. دیگه چیکار می‌کنین؟ کوه میرم. خب ولی یه نکته این حرف تو داره. می‌دونی حجمه رو نمی‌دونم، من احساس می‌کنم بیشتر برعکس می‌گیم. آره متوجه شدم. ارژنگ میگه که ما خیلی وقتا کتاب نمی‌خونیم. آره. ولی می‌گیم می‌خونیم. این یه نکته خیلی جالبی توش هست. پس معلومه که از نظر اکثریت آدم‌ها خواندن کتاب یک فضیلته. آفرین. آره. خب اینو خیلی نکته مهمیه.
خب همین چرا انجام نمیدیم واقعا بیایم به این نتیجه برسیم که من الان داشتم قبل از برنامه داشتم کتابا رو کتابخونه رو نگاه میکردم خب. پیش خودم گفتم که ببین ما مثلا همین برنامه‌ای که شما الان داری می‌ذارین برای کتاب همین این برنامه یا کسای دیگه که راجع به کتاب برنامه می‌ذارن همین برنامه‌ها اگر نباشه کتاب عملاً داره از همه چیز حذف میشه بعدشم فکر می‌کردم خب چه جوری میشه بگیم هر ایرانی آقا نمیخواد شما کتاب خون بشی نمیخواد بری دنبال کتاب ولی واقعا هر ایرانی هفته ماهی یه دونه کتاب چی کار میتونیم بگیم چه انگیزه میتونیم چیز کنیم که ماهی یه دونه کتابو هر از گاهی فقط ورق بزنه نمیخواد هر روز چی کار باید بکنیم که چیکار همین داشتم فکر میکردم چیکار خب میتونیم خب چه نتیجه رسیدیم هیچ نتیجه نه تو هم الان تازه فکر کردم سوالش الان مطرح شد ببین یه سری چیزا هست که اینو واقعا به عنوان تعریف از این برنامه نمیخوام بگم ولی یه سری پیغامایی برام میاد خیلی خوشحال کننده است مثلا یه خانومی پیغام داده که من بعد از 32 سال این برنامه دوباره یه ذوق و شوقی در من ایجاد کرده که با دخترم دوباره نشستیم داریم کتاب میخونیم خب خیلی خوبه دیگه آره این ذوق اگر ایجاد شه چجوری میشه تو آدم ها این ذوق رو ایجاد کرد من میخوای دو هفته دیگه به تو یه زنگ بزنم و بگم تو این دو هفته هر جنگ کتابی خوندی یا نه من شاید بهت بگم مثلا ماهی یه دونه کتاب شاید بخونم خوبه دیگه سالی 12 تا کتابه یاد میخونم حتما هم میدونین که ارجنگ امیرفضلی یکی از نویسنده های اصلی ساعت خوش بوده برنامه ای که همه ازش خاطرات خوشی دارن تو برای یه نوشتن متنات توی ساعت خوش احتیاج به مطالعه داشتی یا نه؟ ببین ساعت خوش تمام مطالعه من اجتماع بود آها یعنی همش خب اون موقع هم چه میدونم ماشین نداشتیم که همش با اتوبوس میرفتم میومدم و فلان خیلی تو جامعه و تو اجتماع بودم بعد واقعا میرفتم میچرخیدم راه میرفتم آدما رو نگاه میکردم اتفاقاشون رو میدیدم داستانای زندگیشون رو گوش میکردم یعنی همینجوری اطلاعات جمع میکردم همیشه هم یه دفتر 60 برگ کوچیک با یه قلم داشتی و همیشه دستم بود تو اتوبوس اینا همیشه تا چیز میشد سریع مینوشتم ببین اصلا پرواز 57 و ساعت خوش یه طنز جدیدی رو معرفی کرد این چه جوری به ذهن شما ها اومد چه جوری شکل گرفت والا اینو من و داوود اسدی ما از دبیرستان با هم بودیم دیگه و خدا داریش رحمتش آره و داریش موفق خب ما خونه داریش موفق همیشه می رفتیم اونجا می شستیم از این اتودا می نوشتیم در می آوردیم این شوخی ها اینا رو همه رو می نوشتیم اجرا می کردیم کار می کردیم اینا خیلی جدیش نمی گرفتیم که آیا نمی فکر نمی کردیم همینجوری دوست داشتیم دیگه علاقه شخصی بود لذت می‌بردیم اینکه مثلا یه همچین چیزایی داریم در میاریم و فکر نمی‌کردیم هیچ وقت مثلا یه روزی از اینا بخوایم چیز استفاده کنیم توی برنامه تلویزیونی اون موقع نه توی تلویزیون بودی نه تئاتر کار می‌کردی نه تئاتر کار می‌کردیم هر ستاتون آره. تئاتر کار همه تئاتر کار می‌کردیم من رشته اصلیم گرافیکه ما هممون گرافیک خوندیم عرض به خدمتتون که بعد در کنارش تئاتر کار می‌کردیم چی می‌گفتم داشتی می‌گفتی که می‌رفتیم و اینا رو می‌نوشتیم آره اینا رو می‌نوشتیم و هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که اینا رو قراره یه روزی اجرا کنیم خب تا اینکه یه سال 71 بود یه کار می‌کرد آقای داریش کاردان و ما رفتیم اونجا تست بازیگری بدیم خب رفتیم اونجا تست بازیگری رفتیم با داوود رفتیم و داریش اون روز با ما نبود یا بود یادم نیست نه داریوش روز ما نبود داریوش روز جدا رفت با داوود رفتیم و اینجا گفتیم ما اینا رو بلدیم اینا رو اجرا کردیم و اینا خیلی خوششون اومد و اینا آقای کاردان گفت بیاین و گفتش که دستتون رو باز میذارم چیزی متنی دارین میتونین بنویسین به من بدین میذارم اجرا کنین خیلی اتفاق خوبی بود برای ما که یک نفر بیاد برنامه تلویزیونیش که برای شبکه یک هم بود فکر کنم بیاد همچین یک بود یا دو یک بود یا دو بود یادم نیست دو بود فکر کنم نه دو بود آره آفرین دو دست ما رو باز بذار اینا من دو بودم شروع کردم یه چیزایی واسه خودمون نوشتیم یه چیزایی هم از اونایی که داشتیم و اینا رو آوردیم و اونجا اجرا کردیم کار گرفت و فلان اینا بعد از اون این پرواز 57 که خواستیم بسازیم دیگه اونو من داوود همش متنشو نوشتیم آره آخه من میگم ببین این نو بودنش این نگاه نو آیا مطالعه‌ای پشتش بود
یکی از چیزهای مطالعه، نه مطالعه پوشش، میگم مطالعه، من مطالعه اجتماع بود، برنامه تلویزیونی که میدیدیم، میدونیش میگم مثلا میدیدیم میگفتیم اینا چقدر بیمزه است، چی جوری چی میتونیم بسازیم با مزه باشه. آها. این نباشه. آها. مثلا اینجوری میگفتیم، مثلا با داوود میشستیم نگاه میکردیم، با دارش نگاه میکردیم، میگفتیم این چقدر بیمزه است، این کار اگر میکردیم خیلی بامزه تر میشد، این کار اگر میکرد خیلی بهتر میشد، اینجوری بازی میکرد، اصلاح میکرد. بیا بریم این درموشامونو ورداریم. چرا مال تو قرمز، مال من زرده؟ من بر خودم سفاره خوبه رو بر خودم. بفرمایید. بفرمایید. سی سی پول اینجا سی و سی پول اصفهان است. من سمیرا هستم، اهل پاکستان، دانشجو زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بین المللی اسلام آباد. مردم پاکستان خیلی زیاد فارسی کتاب خونه، رومی، مثنوی رومی، شاهنامه فردوسی و دیوان حافظ، گلستان سعدی و بوستان سعدی خیلی دوست دارم. من یک کتاب آوردم، این کتاب داستان شاهنامه فردوسی است. بیرانگی که رسم جلان شد دراز، همین دیر شد رستم سرفراز. داستان رسم رستم و اسفنجار، خطبه آغاز داستان رسم رستم و اسفنجار می گوید بهاران است و از کوهساران بویی می و مشک به مشام می رسد، زمین پر جوشش است از سر به کشیدن. من مردم ایرانیان خیلی سپاس گذارم، در زبان اردو تشکر می کنم، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ. الان وقتی که میخوای میری کتابی بخری، بر چه اساس اون کتاب رو انتخاب میکنی؟ گفتی نمایشنامه بیشتر. من فقط نمایشنامه هم. آره. فقط نمایشنامه. آره. رمان حوصله خوندنش ندارم. جدی؟ طولانی. آره. خب نمایش ها رو چجوری انتخاب میکنی؟ ببین نمایشنامه ها رو من میرم چیز میکنم، معمولا به خود فروشنده میگم، میگم نمایشنامه جدید چی اومده، بیشتر کمدی بهم بده، ولی جدید چی اومده، مثلا از چه کارهایی اومده، کار خوب جدید پرفروش چی بوده فلان میده. معمولا میرم هر از گاهی مثلا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا ور میدارم. آره حدودا کمدی هم بیشتر کمدی میگم. آره راست میگم. یعنی مثلا یه تراژدی دوست نداری؟ چرا دوست دارم میگیرم، ولی الان گفتی راست میگی، ناخودآگاه میشه میگم کمدی چی اومده، اولین جمله هم چیه. فیلم هم همینجور، فیلم هم کمدی رو بیشتر نه نه, نه. آره من اصلا ببین، من اصلا کلن خودم ذاتم اصلا کمدی نیست، اصلا آدم کمدی نیستم. من ذاتم خیلی جدیه و خیلی هم یه مقدار از نظر درونی آدم غمگینی هم، همیشه عاشق موزیکای آرومم، موسیقی های غمگینم، بیشتر تمایل ذاتیم اون طرفی. پسرت کارن الان چند سالشه؟ الان 6 سالشه. ماشاءالله 6 سالش شد. و برای کارن قصه میخونی؟ من نه، مامانش میخونه. اصلا هیچ قصه دوست داری که کتاب بخونه یا اگه خوند خون نخونه؟ الان 6 سالشه. خب هنوز خیلی، الان تو همش شیطنت و کشف کردن و همه چیزه، همه چیز میذاره اطرافش. من هیچ وقت دوست ندارم بچه‌م بگم این کارو بکن، دنبال اون برو فلان اینا. من دوست دارم همه چیزو براش مهیا میکنم، یه بستری براش مهیا میکنم که همه چیز توش باشه. حالا دنبال هر کدوم که خواست بره، هر چه که خود دوستاش برداره. فکر می‌کنم این خوبه. توی بخش اول صحبتمون به یه کتاب خیلی مهم اشاره کردی که واقعا کتابه و واقعا میشه مطالعهش کرد. من هی داشتم ازت سوال میکردم که منابعت برای نوشتن چه کتابایی بود؟ هی میگفتی من از کتاب اجتماع استفاده میکردم، من اجتماع دوروبرم رو مطالعه میکردم. دوست داری کارن را هم ببری این ور اون ور که ببینه و در واقع با اون کشف و شهودی که میکنه خودش بفهمه که داری چی میکنه. خودت خیلی بهتر میدونی که دیدن و شنیدن
دو چیز خیلی مهمه. یعنی شاید بگم من توی گرافیک و نقاشی من خیلی چیزا رو با دیدن یهو چیز شدم، یهو یه پرش کردم. دیدن نمایشگاه نقاشی همینجوری تو نمایشگاه نقاشی میذاره توضیح میدی یعنی چی دیدن و شنیدن رو کم توضیح بشه. ببین خاصه مثلا نقاشی و نمایشگاه نقاشی ها بگم یا مثلا کارهای گرافیک بگم، ما اون موقع تشویق میکردم معلم یکی از کارا حتما باید میرفتیم نمایشگاه نقاشی، حتما باید نقاشی ها رو میدیدیم، کارهای گرافیک رو میدیدیم. خب وقتی میرفتیم میدیدیم، ببین کارا رو میدیدیم، کارهای مختلف رو از آدمای مختلف میدیدیم، بعد دقت میکردیم، ساعت ها پای یه تابلو وای میستادیم، اینو چه جوری کشیده، چه جوری اجرا کرده، چه جوری هاشور زده، از چه تکنیکی استفاده کرده. آره دیگه بهش میگن انقدر سواد بصری. آره انقدر تو اینها رو میبینی و دقت میکنی بهش، توی مغزت یه تجربه انگار که یه کارگاهی تو مغزه و داری اون کارو انجام میدی. بنابراین شما وقتی که داری یه جا کار میکنی، به طور ناخودآگاه این کتابخونه تو واز میشه، یه چیزایی از تو این کتابخونه میاد بیرون. خیلی جالبه این کتابخونه که شما انباشته کردی. چقدر جالب، چقدر جالب. من الان خیلی کنجکاوم که ببینم چه کتابایی رو برام آوردی. میشه ببینم؟ خواهش میکنم. عینکم هم بردارم. اینو تو این ماه من رفتم گرفتم از کتابخونه پایین تاتشر گرفتم. آن فامیلی بی لهجه، نمایشنامه کمدی میکولا کولیش، ترجمه مترجم بسیار عالی جناب آقای آپتین گلکار که از روسی هم ترجمه میکنه آقای آپتین گلکار. اصلا روسیه. آره آره، یعنی خیلی بانه. از زبان اصلی آقای گلکار ترجمه میکنه. خیلی آدم میتونه با خیال راحت کتابایی که آقای گلکار ترجمه کردن رو بخونه. خب اینو چرا انتخاب کردی و چه جوری بود؟ این همون طبق معمول فروشنده به من پیشنهاد کرد، گفته گفتم چی، گفت اینم جزو کارای خوبه. با نمکه، راجبه یه فامیلیه، یه خانواده است که پدرش میخواد فامیلیشون رو عوض کنه، بعد یه پسرش به اوکراین، به یک کشور روسیه چیز داره، ارق داره، پدر به اون یکی کشور ارق داره، بعد اون میگه ما این لهجه بده، این میگه این لهجه خوبه، خیلی کنتاکی توی این خانواده است. بعد پدر میخواد فامیلیشون رو عوض کنه، میگه این فامیلی زشته، این اوکراینیه، پسر میگه نه اوکراینی فقط خوبه. خیلی جالبه، درگیری داره از سر این. ممکنه یه روزی بخوای اینا رو اجرا کنی؟ آره دیگه شاید. امیدوارم کتاب بعدی هم دوباره ترجمه آپتین گلکاره، یک ماه در دهکده، کمدی در پنج پرده، ایوان تورگنیف. بله اونو تا نصف خوندم، اون از وسطش. آن هنوز تموم نشده. نه تموم. و کتاب آخر بیوه زیرک، کارلو گلدونی، ترجمه علی شمس. بله اونم خیلی کار خوبیه. آخه میدونی من کارهایی که تو ذهنم مثلا میبینم اجرایش خیلی شیرین میشه، شاید یه ذره مثلا پارتی بازی میکنم، میگم این کار خوب، کار خوبیه. در از همه اینا کار خوبیه. به نظر میاد که خیلی به فکر اجرای یه کار هستی. آره او خیلی ساله دنبال اجرا، من یه ذره نمیشه دیگه، نمیدونم چرا، یه ذره تنبلیه، یه ذره درگیر فیلم برداری هم. شاید واقعا اونقدری که باید وقت نمیذارید. آره امیدوارم این کارو بکنم. ارجنگ عزیز، چه جوری به کتاب خوندن علاقه من شدی؟ از چند سالگی؟ من از اول دبیرستان خیلی دوست داشتم کتاب خوندن رو و جمع میکردم. خب پولایی که میدادن، پول تو جیبیم که اونقدی نبود دیگه، ریز ریز اول جمع میکردم میذاشتم رو هم دیگه. حالا تابستون اگر یه وقت کاری انجام میدادیم اونم جمع میکردم. فعلا ببخشید جمع نمی کردم، ریز ریز تا می شد پول یه دونه کتاب می رفتم یه دونه کتاب می خریدم. خب بعد این کتاب ها رو شروع کردم جمع کردم. من از حدودا اول دبیرستان، میشه چند سالم اول دبیرستان؟ 16 سال؟ نه کمتر، 14 سال مثلا، 14-15 سالگی من همینجوری که کتاب می خریدم جمع می کردم. یادم مثلا یه مدت توی چیز توی بازار با داوود اسدی، داوود طراحی نقاشیش از من خیلی بهتر، یه جایی رو پیدا کرده بودیم، طراحی گوبلن می‌کردیم، نقاشی می‌کردیم برای چاپ رو گوبلن، می‌بردیم دونه ای نمی‌دونم 40 تومن اینطورا می‌فروختیم، به ما پول می‌دادن. آره خوب. بعد که من پولا رو هم می‌رفتم هی کتاب می‌خریدم، داوود رفت یه حساب باز کرد گذاشت تو حساب بانکیش، بعد
سر ما اسمش در اومد رو شیشه زده، اسمش در اومده بود جزو برنده‌های قرض الحسنه. چی بود؟ یه قابلمه بکنم. هیچی نداشتیم، مثلا داوود خونه داریوشینا میخوابید شبا، چون خونهشون شهرستان بود، مرزش تهران بود. بعد داوود میگفت هیچی نداریم، قابلمه به ما افتاده از چازم. بعد رفته بود تو بانک، بعد رفتیم تو بانک، رفتون میگفت آقا این قابلمه منو بده. یارو بانکیه با همون دوایی گفت آقا مگه اینجا قابلمه فروشیه؟ اینجا ما حواله به شما میدیم. گیر داده بود قابلمه رو حتما از بانک بگیره. عرض به خدمتت که اینا رو من جمع میکردم، من خیلی دوست داشتم. مثلا کتاب های شعر رو میرفتم همیشه جلوی دانشگاه تو این کتاب فروشی ها همیشه پلاس بودم. او پس میگشتم. به شعرم علاقه داشتی؟ آره میگشتم، کتاب های شعرهای شاعرهای بزرگ رو دوست داشتم. کیا رو مثلا؟ ببین بیدل دهلویش. ببین من کتاب خونه هم حدودا چجوری بگم، نظر متراژی بگم، مثلا 4 متر در 4 متر در 2 متر میرفتی بیدل دهلوی رو میخریدی و میخونی؟ نصف، آره نصفه به پایین. کتاب های شعر رو مثلا صاحب تبریزی، صاحب تبریزی جلد دومش چاپ شده بود، من رفتم جلد دومش رو خریدم، گفتم جلد اولش گفتن نیست، زدیم تمام شد نیست. ببین من جوریدم تمام جلوی کتاب فروشی جلو دانشگاه رو تا بالاخره جلد اولش رو پیدا کردم توی کتاب فروشی اون زیر اون لالوا. بعد گرونتر هم میدادن دیگه. صاحب تبریزی و شعرش اینقدر علاقه داشتی؟ ببین علاقه نداشتم، داشتم برنامه ریزی میکردم برای پیریم، چون میدونستم من پیر بشم حتما میشینم شب و روز و کتابای شعر رو باید بخونم، باید شعر شاعرهای قدیمی رو بخونم. چقدر خوب. هنوزم شعر میخونی؟ نه حالا بذار اصلا تعریف کنم بگم. من تا جلد 7ش اومد بیرون صاحب تبریزی، جلد 7ش هم رفتم با بدبختی این پولا رو جمع میکردم خوب. و میخردم. بعد تا یک روزی رسید خونه پدری من رو داشتم میفروختم. من خیلی خونه پدری من دوست داشتم. یه حیاط 200 متر حیاط داشت، دو طرف درخت بود، اون طرف یالم درخت بود، این طرف هم دوست درخت چنار تنومند بزرگ بود و اینا. چرا داشتم میفروختم؟ من اصلا افسردگی کامل گرفتم چون خیلی دوست داشتم اونجا رو. خب داستانت دم افسردگی نگردان، فقط یادت نره نه. فقط یادت نره یه در واقع استراحت کوچیک که این بخش افسردگی و اون خونه زیبا رو که میدونم چقدر زیبا بود و بعد با آب و تاب تعریف باش. چش. آقای امیر فضلی، شما اولین مهمون ما هستین که هم دمنوش میل کردین هم چایی. این دست شما درد پارتی بازی و این لطف شما بوده که میگن یکیشو به مهمونا بده. نمیدونم چرا نمیدونم چرا خیلی هم چیزی نیست، ولی اصرار دارن که یا چایی یا دمنوش. ولی آره باز خوبه، ما مورد لطف شما قرار گرفتیم. خب در اون خونه بزرگ و زیبای پردرخت چه اتفاقی افتاد؟ گفتن میخواین اینجا رو بفروشن و فلان اینا. من دوست نداشتم، ولی خب دیگه یه سری هم گفتن بفروشیم، یکی میخواست بره سوی زندگی خودش و یک هر کی یه کاری داشت دیگه. اونجا رو فروختن و معامله کردن و گفتن حالا میریم و میایم و این رأس این تاریخ باید خونه تحویل داده بشه. یه مقدار پول دست من اومد، نمیدونستم با این پول باید چیکار کنم، یه جا اجاره کنم، یه جا بخرم، میخواستم بخرم، پول اونقدر نبود. بعد لوازم ها رو جمع کرده بودم، اصلا آشفته ای آشفته بودم. کتاب ها رو جمع کردی؟ جمع کردم. کتاب ها زیاد و کتاب ها زیاد سنگین، نمیدونستم چیکارشون کنم. تخلیه کردم آوردم همینجور خورد خورد، یه مقدارش رو گشتم تو حیاط، یه مقدارش رو اون گوشه جمع کردم فلان اینا. بعد یه روز اومدم دیدم درخت های نصف اون طرف حیاط نیست، همه رو بریدن. میشه هم چیزی؟ بعد گفتم درخت ها رو چی رو بریدین؟ کی این کار درخت ها رو بریدن؟ اونی که خریده بود دیگه رفت تو سیستم معاملات دیگه، بعد بریده بودن. بعد دیدم سیمان کردن جای درخت ها رو. بعد فهمیدم که خب اینا مثلا میخوان نمیدونم پایان کار بگیرن، اینا تبدیل کنن، بعد میخوان بسازن 4 طبقه 5 طبقه برن بالا و واسه همین این کار رو کردن اینا. اصلا من رسیدم دم بعد این کتاب همه تو حیات، یه مقدار اسباب اساسی تو حیات،
یه چیز آشفته در بود، اون بارون هم گرفت. سومدم دیدم بارون زد به همه کتابای که با این مکافات در طول این همه سال. آره همش آب رفت زیر کتابا، کتابا همه خراب شد. نصف یه مقدار از چیزام بود، یه مقدار از لوازم خونم بود. اصلا همه چی هو انگار برام تموم شد. خب بعد و من و یه مقدار خیلی کم از یه سری لوازمم فقط برداشتم و اومدم رفتم از تهران خارج شدم، رفتم سمت زردبند. آره. رفتم اونجا یه خونه گرفتم، اونجا یک جایی هست به اسم رودک. رفتم اونجا کتابایی که با این زحمت دونه دونه همش اونجا تو به قول خودت جوریده بودی، همه رو ول کردم، همش یعنی چیز شد دیگه، همش یه چیز، یه کتابخونه کتابی که همه آب خورده بود و خراب شده بود و همه رو ول کردم اومدم. بعدها گفتم که آره، بعدها گفتم که چرا این کارو کردم، خودم رو تنبیه، خودم رو سرزنش کنم. اصلا این حرکت من چی بود؟ حرکت انتحاری بود، حرکت اعتراضی بود، چون خودم رو زدم دیگه. در اصل سالها تمام زحمت و تلاشم رو همه رو زدم. بعد از اونم دیگه هیچ وقت کتابخونه چیز نکردم، درست نکردم واسه خودم. همیشه کتاب میخرم، میخونم و میدم میره، نگر نمیدارم. میدم یکی که دوست داره بخونه یا کتاب قرضی میگیرم و چیز میکنم. اگه توی این شخصیت هایی که توی کتاب ها، نمایشنامه ها، رمان ها خوندی قرار باشه نقشی که بازی کنی، دوست داری نقش چه کسی رو بازی کنی؟ دونکیشوت. چرا دونکیشوت؟ ببین دونکیشوت جزو چیزای بچگی منه، جزو کتابایی که من از بچگی میخوندمش. خب بعد بزرگم شدم، بزرگسالیش خوندم. من از بچگی عاشق این شخصیته بودم، اصلا قیافش، این ریش تونوکی که داره. کامل خوندی دونکیشوتو؟ کامل خوندی؟ ترجمه آقای محمد غازی یادم نیست ترجمه. خب. ولی این شخصیتش و این آدمی که واسه خوش یه چیزهای توهم داره، بعد اد وایستاده سر اون توهمات و تخیلات چه وایستاده میگه این درسته فلان. ولی من واقعا فکر میکنم ارژنگ امیر فضلی برای ایفای نقش دونکیشوت خیلی باید درجه یک و جالبه. نمیدونم، خدا میده، باید تمام تلاشمونو بکنیم. من امیدوارم این اتفاق بیفته. ارژنگ عزیز، ما یه بخش دیگه هم داریم، این که سه تا تصویر به مهمون برنامه‌مون نشون میدیم و خواهش میکنیم بر اساس این سه تصویر یه قصه ای، داستانی، یادداشتی برامو بنویسن. میشه خواهش کنم تو همین کارو انجام بدی؟ خب اینجا با کمال میل. آره ببین چه دکورو نگاه کن، ببین خیلی ببین من اینو ندیده بودم و خیلی الان یه جوری موهای تنم اینجوری سیخ. میدونی چرا؟ احساس کردم توی فیلم های خارجی هم که داغونه میچرخه. بفرمایید اینجا یه لحظه اینا رو ببینین. یه دونه قلموی نقاشی، چون دیگه به نقاشی هم علاقه داره دیگه، حالا نقاشی ساختمانی فرق نمیکنه. آره چند تا کلید و یه دونه فرفره. سه تا مطلب برای هر کدوم مطلب نه جدا. نه هر جوری خودت دوست داری، یه مطلبی که از این سه تصویر استفاده شده باشه. بله بفرمایید. اونجا میز هست، دفتر هست، خودکار هست. لطفاً شما هم بر اساس این سه تصویر برای ما داستان و یادداشت بنویسید و با هشتگ نما داستان به اشتراک بگذارید. خب تموم شد؟ بله. عالی. بفهم میشه لطفاً برای ما بخونیش؟ میخونم. بله. در همه عمر قلمو بود و رنگ نبود، کلید بود و قفل نبود، و زندگی چون فرفره در حال چرخش. چپ چپ میگم. نه عالی، ولی چقدر حیف که قلم مو بود و رنگ نبود دیگه. عالی بود، عالی بود. ارژنگ عزیز، پشت سر ما یه تعداد تندیس داریم از بزرگان ادب فارسی. خواهش میکنم که یکیشو به رسم یادگار از ما بپذیر. قربون باشم. بله ببین کدوم رو انتخاب میکنیم. آه همش خوبه. آره حالا تو که از مهمون پرواز همه هم دمگوش خوردی هم چایی میتونی اینا رو هم دوتا میخوای بردار. نه نه دیگه پر روی میشه. مختیار داریم.
جامین و ناصر خسرو، رئیس همین پور، عبید زاکانی، ناصر خسرو. بزن فردوسی بردنم. عالی، عالی. قدیمی ترین و... بله، عالی. اینجا. آها، مرسی. متشکرم. بسیار هم عالی. مرسی. ما آرزومون توی این برنامه اینه که مردم ایران روزی کتاب خونترین مردم جهان بشن. انشالله. خیلی ممنونم که برنامه ما اومدید. یه عکس هم با هم بگیریم. بله. به یادگار. اینجا همه چیتون هیجان انگیزه. این دوربین هم هیجان انگیزه. آره. مرسی. عکسش هم چیز میشه. خیلی دوست داشتنی میشه. پولاروید. بله. 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 ممنونم ازت. خیلی متشکرم. ممنون از شما که این برنامه رو دیدید. ممنون. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.